به نام خداوندگردان سپهر، فروزنده مشعل ماه و مهر. بعد از نام خداوندگار پاک که سرآغاز سخن است. درود و سلام پیشکش شما بیننده های عزیز برنامه زمین. اگر شما خوبان برنامه قبلی زمین را به یاد داشته باشید، گروه زمین به مغاره غلامک واقع در منطقه شهیدان ولایت باستانی و تاریخی بامیان سفر نموده و تا قسمت از این غار را به شما عزیزان به معرفی گرفتیم. این مغاره که در سینه یکی از کوههای استوار و سر به فلک کشیده بامیان واقع شده است، در برهه از تاریخ پناهگاه و شبپوش غلام و برده آزادی خواه بوده است و به همین علت مردم محل آن را به نام غلامک یاد می نمایند. خب دوستا، قسمی که من براتون پیشتر گفتم شاید در برنامه زمین اولین بزرگترین مغاره باشه که به شما معرفی میشه، که به واقع بسیار زیاد بزرگ است و من بزرگترین مغاره است که میبینم. اما کارگردان برنامه کامرا رو شور میتونه اشاره میکنم، یعنی بکتو جان، ما قبل از این برنامه یک مغاره به نام مغاره یارملوک بود. اشاره بده که ما فهم یارملوک بود. دوستای عزیز، ساز تاریکی، ساز خاطر گفتم اشاره رفت. مغاره یارملوک بود که همکارای دیگه ما برتون معرفی کرده بود و او بسیار زیاد بزرگ بود. این هم کم از اون نیست دیگه. این هم بسیار زیاد بزرگ است و این راه هم بند است. ما نمیتونیم به پیش بریم. خب میریم که همکار معلی ما آباد جان شد. خاوری صاحب صدای میشنوید؟ کدام قسمت هستیم؟ صدای خاوری صاحب بسیار زیاد پخش میشه. ما فکر میکنیم بسیار زیاد پیش اومدیم دوستا. اینا ببینین دوستا. یک استخوان دیگه هم دیده میشه، هم شاید از حیوانات باشه، شاید از انسان ها باشه که بسیار فرسوده و کور نشده، از دوره های قدیم از سابقه است. برس بوده تیجه میمانی میشه و میشه بگوین که استخوان ها چطور استخوان زده مالی؟ اینجا هم یک استخوان بود که من لایت ما روشن بکنم، شما استخوان هم ببینین و به ما بگوین که کدام استخوان است. استخوان قسمت قرار داره، دو قسمت بالا هم بود مال گوسفند. اینا کسایی که اینجا چی میکردن، زندگی میکردن، حتما از مواشی استفاده میکردن برای خورد و خوراکشان. و امی بعضی مواد مثل استخوان لاشه و دیگه شان اینجا هم انداختن. دوستا، همکار معلی آقای عباس خواری برتون گفت که کسایی که اینجا زندگی میکردن در قرنهای سابق، در زمانهای سابق، اینجا یک تعداد مواشی یا حیواناتی داشتن، رمه هایی داشتن، وقتی که اونا استفاده میکردن حیوانات اینجا ذبح میکردن و این استخوانا یا امو غذایی که اینجا خوردن یا حیواناتی که اینجا ذبح کردن دیگه امی استخوانا از حیوانات است و امکان از این است که یک تعدادش از انسان باشه، چون آدم گفتن نمیتونه انسان های زیاد هم اینجا اومده و این قسمت هم راه های دیگری دیده میشه و این مغاره های دیگری است. خواهری صاحب ببینین که اینجا چقدر زیبایی دیده میشه. دوستای عزیز، من به این دست نمیزنم، بسیار زیاد خطرناک است. خود خواهر شبه، خواهر شبه چی است؟ این مال امی الاغ است که اینجا مرده. خب دوستای عزیز، این مرکب است، مرکبی که از بین رفته و به این دست بزنم چیز؟ دوستا، این قسمت هم میبینیم که یک راه است که ما بتانیم به پیش بریم دیگه. من فکر میکنم که تنگ است، بسیار طرف بسیار زیاد تنگ است. و یک چیز دیگر من خواستم که به دوستا اضافه کنم که هر موقع که در مغاره های بامیان، مغاره های طبیعی خصوصا میان دیدن میکنن، حتما با خودشان چراغ برق و چیزای نور بیارن. خب دوستا، اینجا هم یک استخوان دیده میشه، استخوان های زیادی است، زیاد سرش فوکس نمیکنیم، اینجا هم راه یک راه است. هوای زننده و آزاردهندهی که در این مغاره موجود است به علتهای مختلف من جمله دود و آتش، بوی جانوران مرده و فاسد شده و محبوس بودن هوای موجوده می باشد. غار خواجه‌غار است، مرکز بامیان. می رقم غار بند جمیل در فولادی است، غار یخ در فولادی است، غار غلامک در منطقه شهیدان و همچنین در ولسوالی های مثل ورس، یک هولنگ و پنجاب هم به عدی که در زیادتر عمیقتر جارم است. خب دوستا، همکار معلی پیش رفت اما اینجا هم یک رای دیگه دیده میشه به پایان، که من کوشش می کنم که به پایان برم و امکان ازی است که برم به پیش و از اونجا هرچه در این مغاره پیشتر و جلوتر بروید، سیاهی و دود آلودگی قشر داخلی غار کمتر شده و می توانید براحتی ترکیبات سنگ های موجود در غار را مشاهده نمایید
و خواهید فهمید که بیشتر سنگ‌های موجود از ترکیبات سنگ‌های مختلف آتش فشانی است. بیشترین ترکیبات و بافت‌هایی که مشاهده می‌شود شامل بافت پورفریک، انترستال، تراکیتی، اسفرولیتی، شیشه‌ای و بافت دمچلچلایی می‌باشد که هر یک با اشکال مختلف و تحت شرایط مخصوص تشکیل می‌شود. دوستان عزیز می‌بینین که ژاپنیان هم توسط امو زمین لرزه و امو مشکلات شما تصویرش تماشا میکنید که راه بند شده و امکان از این است که دیگه با پیش بریم تا قسمتی که آمدیم. خب باز هم و خواهری صاحب هم نزدیک شد. خواهری صاحب محترم میشه در رابطه با واو خواهری صاحب شما نزدیک بیاین، این چگونه یک سنگ است؟ تو یک قسم جلایش داره خواهری صاحب، میبینین شما مرا در رابطه با این سنگ اگر معلوم بده این سنگ چی است؟ در منطقه سنگ شیشه بهش میگن زیادتر و در داخل مغاره بیشتر وقتا از رو به چشم میخوره و شما اگر ببینید این قسمت ها به شکل اینطور پقونه های خورد خورد این قسمت ها قرار داره، اینا بر اساس بر اثر همین آتش فشانی که سرد شده این قسمت شکل گرفته که اله به شکل سختش دی قسمت وجود داره. خب دوستان من باید که من کشیدم کشش زیره میکنم کاهستای است و پیش برم، اما بسیار زیاد جای زیق است، ببینم که میتونم رفته یا نه. خب دوستان ببینید اون طرف هم میریم، ببینیم دیگه چی چیز هست و همکار تخنیک تصاویر زیبا رو برتون میگیره. یا هم درست خونه این دیده میشه باش که روشنی برتون. من فکر میکنم چراغ به فعالیت خود از دست داد. آه دوستا خب به هر صورت شاید که مشکل پیدا کرده باشه و این ظرافتکاری ها رو دوستا از شما ببینین، این زیبایی ها رو ببینین که چقدر زیباست، چقدر قشنگ است. قسمت های پایان رو شما ببینین، نگاه میکنین. من با پیش هم میرم ببینم که دیگه چی چیزا با پیش دیده میشه و اینجا هم همو استخوانا و تیکرهایی که دوستا براتون گفتم. همکار معلی بیاین شما هم با پیش بیاین، بسیار قسمت ها خطرناک است دوستا. هی پرش رای بینین، شاید پره از کفتر باشه، شاید از گنجش که بوده نمیتونه بخاطر که بسیار زد بزرگ کسی پر، شاید از مرخ بوده باشه. گران دوستان و معلی همکار هم نیزی در از این او دا قسمت ها تاسو گوری دا هم یو لاره دا دی لاره پا گلبه هم تاسو معلومات ورکو. او قسمت ها سنگ ها به شکل های مختلف دیده می شد و می ظرافتکاری ها به شکل های مختلف و این قسمت به شکل های گل های بسیار زیبا یا گل های زینتی گل های قشنگ به خود گرفته. دوستان شما حتما متوجه شدین امی ماشین های بسیار مدرن و پیشرفتی که حال آمده سنگ های بسیار زیاد بزرگ بزرگ توسط ماشین ها کوچک می سازن. در رابطه با این سنگ ها برتون خبری سوی معلومات میده شکل گل های بسیار زیبا گرفته. حتما یک بخشی از دیگه پذیرایی از ما است که ما ایجا آمدیم به ما یک بخشی و تو یک گلای بسیار زیاد دسته گلا را توفه جور کرده باشن. چطور؟ این قندیلای بسیار جالبه که در اینجا قرار داره، شما میبینید بسیار هم سخت است. بله بله دو قسمت سیاه شده بود به خاطر آتش فشان، دود بسیار زیاد را اثر گذاشته و شما اینجا میبینید که کلسیوم به چه شکل قسمت ها شیشه واره قرار گرفته هست. کلسیوم و توسط آتش فشان ها بسیار خوب کربنات کلسیوم است. قندیل هایی که در این مغاره تشکیل شده است نیز با ترکیب کربنات کلسیم خود دارای اندازه کوچکی می باشد و این به خاطر نو تشکیل بودن آن است و می شود پیش بینی کرد که در آینده های بسیار دور این قندیل ها بسیار بزرگ خواهند شد. در رابطه با این سنگ ها که من برد خدمت شما معلومات بدم، یه هم کربنات کلسیم است که به شکل قندیل در نیامده و به شکل های دیگه شکل ها هست. دوست عزیز ببینید هل لذی عزیزی باز هل لذی عزیزی معلوم میشه که خب اینجا هم ظرافتکاری های دیده میشه چون کار کار طبیعت است، طبیعت همیشه ظرافتکار بوده، طبیعت همیشه زیبایی خاص خود داره دیگه حتما زیباست. برکشون اینجا یک چیز جالبی بسیار دیگه اینجا هست. فا فا گران دوستانو نبه چیوی ها؟ دوست عزیز همکار معلی خواهری صاحبی چی هست؟ این منطقه چون که سرسیر گرگ داره در زمستانو و ایر میبینید که پای یک دانه الاغه اینجا آورده بره خوردن و در قسمت
قسمت دیگر خورده پای شاید قسمت ما. دوست عزیز ببینین که در پیشتر ما برتان کپره یا سر چی میگن امی اولاغی که به زبان دوست عزیز ما اونکار معلیم خاریس و به زبان ما مرکب ای پایش است که توسط گرگایی که از طرف شب در زمستان از جنگل های جمعین از دشت های جمع استفاده میکنن این مرکب بیچاره را باقی مانده قضایش هستند این رتما مانده که امشب بیایه بخوره خاوری صاحب نگفتین که این کدام قسمت از مغاره است و این مغاره را چقدر راه را ما طی کردیم و کدام قسمتش آمدیم در این رابطه یکمک با دوستای مغاره بگیریم یک مغاره فری دیگه است که ما تقریبا یک 20 متر پیش آمده 20 متر در این قسمت راه بله اینجا یکم بوی تند هم داره چون که خاکستر است به هوا بالا میشه و بینی آدم کم ذره اذیت میده خب دوستان عزیز خیر بر صورت مشکل نیست گران دوستان و تاسو گوری مونگا نور هم مختزو خواری صاحب کتر آقای خواری صاحب تاسو دلتا نور سه جالب جالب شوی نوی نی به هر حال چیزی که باعث توجه و تعجب در این مغاره می گردد وجود اشیا و اسکلت های فراوان انسان ها و جانوران می باشد که هرچی بیشتر بروید بیشتر مشاهده خواهید کرد و این نمایانگر این مطلب می باشد که در این مغاره در طی زمان های متمادی انسان ها و جانوران مختلف زیست بکرده و بنابر علت های نامعلوم در همین غار مردند و این روباس دوست عزیز شما میبینین بسیار آرام در قسمت خود پد کرده و خبر شد که ما آمدیم از ما پذیرایی نکرد به خاطر که حیوان وحشیست امکان ازی داره که به ما صدمه برسانه ما قرض نمیگیریم امروش فقط تصمیم شما شما تکه های شکسته ظروف گلی و سفالی استخوان های مختلف انسان ها و حیوانات پرهای پرندگان و تیغ های خزندگان باقی مانده اجساد حیوانات شکار شده توسط حیوانات وحشی از جمله چیزهایی است که می تواند جالب و قابل تأمل باشد. به قسمت شما اگر سعی کنید اینجا یک قندیل بسیار جالبی را شکل داده به شکل ابتدایی از به شکل پایان می آمده ولی اینجا بر اثر حرارت زمینی که قرار داشته اینجا از بین رفته این زردار رو من گفتم اینا کربنات کلسیوم است و قسمت اینا که سیاه شده بخاطر همین آتش فشان چون حرارت داشته این قسمت ها را به شکل سیاه در آمده خب دوست عزیز هر قسمتی که ما میریم او قسمت ها هم یک قسم هوا بخاطر که خاک بسیار خاکستر. تیز داره خاکستر بسیار تیز داره در دماغای ما رفته بود و هر چقدر قسمت به قسمت ما پیش آمده میریم خاکستر تیز شده میره و بسیار زیاد اذیت میکنه این قسمت هم به پیش میریم به پایان امکان هست که او طرف بریم یا را بند از خواهری صاحب شما پیشتر پایان رفته بودین یک بار نگاه بکنیم قسمت میشه بریم ولی از این قسمت دو طرف دیگه امکانش نیست رای سختر است خب دوستا این قسمت هم کم کم پایان میشیم و اوجه هم شما استخوان ها و کپری سر انسان است میبینه شما دو قسمت سر انسان بکتاش جان بله خواهری صاحب میشنم من از این چاله یک چاردان یک کاسه سر انسانه وا دوستا ببینین برتون بیرون کشیدم بسیار جای جالبی است حتما کاسه سر انسان است یا بله قسمت چیزی سر انسان است میبینی شما دوستا میبینین که چهار دانه کاسه سر و حتما چهار نفر ای که از کدام زمان در کدام تاریخ در کدام وقت از بین رفتن ایجا توسط چی از بین رفتن آیا در جنگ از بین رفتن آیا توسط از ای که ایوانات به مواد غذایی خود چیز نداشته اینا را خوردن آیا ای اشخاص پیر بوده جوان بوده چی بوده اینقدر ما معلومات نداریم اما میفهمیم که این کاسه های سر انسان است بله تا حالی کسی هم معلومات صحیح در این رابطه نداشته میبینید ببینین اوجا کپرای از سر برتان نشان دادیم عزیزا اما اوجا علاشه و دندانا دیدم اشه این علاشه فکر نمیکنم از انسان باشه از انسان نیست این علاشه چی است خارزه علاشه حیوانات است حیوانات گران دوستانو او گوری چه دل تا دیر ویخته لیدل کیگی او سلور کپری د انسان د سر تا سوال تولید او دلتا هم د مختلف شکلونه د سوای ورته دا ویخته او د بس شوینه نور لیدل کیږي او دلته هم کوپری د سر دی بل انسانان په هغه زمان کې دلته راغلي لمز نه تلی دي ګران دوستانو زه ډیر درېدلم
که تاسو هم زما په ځای وای دلته داریدی. هیچ قسمت استغان ران پای انسان است. خواهری صاحب شما در جستجوی چیزای دیگه هستین؟ من نفهم که زیر از این موها دوستا باز هم قسمت دیگه است ران انسان ها میباشه. ایره از زیر این موها کشیدین؟ بله قسمت ها میبینید موی انسان هم است، موی حیوانات هم است. دوستا ببینیم که این موها پشم گوسفند است، هم موی انسان است هم موی حیوانات است. و اینقدر شاید شما شاید که اینجا نشان دادن که یک دونه استخوان ران دیگه انسان هم است و بسیار زیاد توی قسمت جمع شده. بله این شکل یک گدام گرفته. خواهری صاحب فکر میکنن که این گدامی از استخوان حیوانات بوده. در این قسمت توسط مرور زمان، توسط نبودن غذا، توسط کمبود آب، توسط کمبود اکسیژن و این مسائل از بین رفتن یا کسی از بین بردشان، که استخوان های خودشان و از حیوانات چون هم دیده میشه. خواهری صاحب باید به طرف بالا بریم. دیگه این قسمت ها رای قسم زیک هست. خواهری صاحب یکمک لایت پرتین به خاطر که تاریک است معلوم نمیشه. لایت شما مفکر میکنم جو هست. خدا باید یکمک پایین بگیریم تا سر ما به این سنگا نخوره. خب خواهری صاحب گفتین که اینجا انسان ها با حیوانات خود آمده بودن و توسط کارهایی که از بین رفته بود. اینجا یک چیزک دیدم اشته هست. خب بازم شما یک تصویر شد تماشا بکنین دوست عزیز. بسیار زیباست. ببینین که همکار تکنیکی کامره را میگردانه تا دوباره پیدایش بکنه. واو بس پیدایش کرد دوستا. تاسو د سمکه خبرونه ګوري او دا روبا هم تاسو ولید چې ډېر خولي او سپین روبا او په دې قسمتو کې تصویر تاسو ولید او بیا هم دې قسمتونه په مشکلات سره کته کیږي. خو زه از کوم قسمت بریم راحت تر است. البته به گفته مردم محل هنوز هم این غار پناهگاه و گردشگاه انسانها و حیوانات وحشی می باشد. فلهازا به آن عزیزانی که قصد گردش و بازدید از این محل را دارند توصیه می گردد که هرگز تنها و بدون رهنمای محلی این کار را نکنند و علاوه بر آن داشتن ماسک و چراغ دستی قوی و پرنور لازم و ضروری می باشد. خب دوستا شما تماشا میکنین برنامه زمین هم و ما هم آمدیم تا آخرین قسمت های مغاره به شما معرفی کردیم و همکار معلی عباس جان خود پایان گرفتم و ایج استاد هستم و قسمت ما هم اگر تیر شما باید خود پایان بگیرم و همکار تکنیکی برنامه کارگردان برنامه هم به بسیار مشکلات میاد بخاطر کمره به دست چیست و اونا را هم باید کمک بکنیم. از این قسمت ما باید بسیار پایان بگیرم. خود پتلونم برا نشه. آه دوستا عزیز ببینیم که یک قسمت بسیار زیاد آسان میتونیم بریم و یک قسمت بسیار زیاد با مشکل میتونیم بریم، اما اینجا خدا پایان میکنیم تا کدام آسیب به ما نرسه. نه تو خدا دور میتیم از اینجا تا سر ما با کدام سخنی است سنگ نخوره. خب دوستای عزیز این مغاره که شما دیدین، این مغاره را غار غلامک شهیدان بامیان مینامن و شما مغاره دیگری هم در برنامه زمین دیده بودین که بسیار زیاد وقتی که به پیش می رفتیم اونجا تر می بود. اینجا بسیار زیاد یک خاکی داره که به دماغا بسیار زیاد مضر است و از این قسمت برآمدیم. پیشتر شما صدای ما رو شنیدین اما تصویر ندیدین. پایم ما فکر می کنم یکم آسیب هم به پایم رسیده. خب به هر صورت فرق نمی کنه. خب دوستا شما تماشا کردین برنامه زمین ای هفته بود و طبیعت زیبا، مغاره زیبایی که در ولایت تاریخی بامیان قرار داشت شما تماشا کردین و برتان گفتم که 2 الی 2.5 ساعت ما به داخل از این مغاره رفتیم و عباس خاوری به ما میگه چی خاطرات از این مغاره گرفتی، جاهای زیبایی که در این مغاره دیدی، طبیعت خداوندی را که دیدی. در این رابطه با دوستان برکم معلومات بده. اما تا ایستای سمیه این معلومات هم دوستان میشنوند. بسیار سفر جالب و
و خوبی بود. ما بانکار ما داشتیم اینجا و بسیار جالب جاها بود، بسیار طبیعی و یک از کدام جای زیاد خوشت آمد؟ با واقعیت بود؟ با واقعیت هم وقتی که دروازه آمدیم و اونجا بسیار جای پراخ و بسیار جالبی ما متوجه شدیم و داخل از آمدیم. خب دوست عزیز فراموش نشه یک تعداد صحبت ها وقتی که فراموش میشه باز دواسط یکت دوباره پس میه. ای بیرونی را شما تماشا خود کردین، شکل یک قسمتی هست که شما داخل یک شهر میشین، داخل یک ولایت میشین، ایتو یک دروازه ساخته شده میباشه، اما این دروازه کاملا دروازه طبیعی است که تصویر از دور شما هم تماشا خود کردین. ای بود برنامه زمین که گروه زمین تف تلاش کردن برنامه با شما ساختن، با امید از اینکه خوشتان آمده باشه و لذت برده باشین و مورد قبولتان قرار گرفته باشه. تاسو دزمه که خبرون اولید او موگه هم اوس رو رو نزدی شده مغاره خلی تا چه باید اولارسو او صور از نور هم بامیان ولایت تایو ده بامیان نور طبیعی خکولی زیون هم تاستا دزمه که پخبرانه که معرفی که او خدای دیو که چه ده خبرانه استاسو ده پام والگر زیدلی وی استاس خواخ شوی وی تل بله خبرانه پوری چه ده زمین یا دزمه که گروه استاس پچو پلکی ازیری گو تاس پلویا و بشخون که خدای سپارم. دوستان عزیز ای بود برنامه زمین، جاهای زیبا و دیدنی طبیعت ولایت باستانی بامیان شما تماشا کردین. تا دیدار بعدی، تا برنامه بعدی، تا ای که چند روز دیگر هم با بامیان هستیم جاهای زیبای دیگری به شما معرفی خود کردیم. شما را به الله پاک میسپاریم. ایام به کامتان. خدا نگهدار.